در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در بود. بینندگان عزیز، با درودی به تازگی بهار، برنامه دیگر از نگاهی به درون رو با شما عزیزان آغاز میکنم و تا یک و نیم ساعت آینده برای پاسخگویی به سوالات روانشناسی، خانوادگی، زناشویی و اجتماعی در خدمت شما هستم. این آخرین برنامه نگاهی به درون در سال 1389 و برنامه دیگر ما در بهاری نو خواهد بود. امروز به مناسبت چهارشنبه سوری، ملت ایران با سنتی کهن این مراسم رو پاس می‌دارند، مراسمی که از تمام طوفان‌های دوران تاریخ خودش رو حفظ کرده و تا امروز به جوانان و کودکانی رسیده که در پس قرن‌ها تجربیات تلخ و شیرین باز در چنین روز سنت باستانی خودشون رو گرامی می‌دارند. اجازه بدید که بلافاصله به تلفن‌ها بپردازم و در فاصله‌ها مطالب و سوالاتی که آمده حتما پاسخ خواهم داد. بفرمایید قربان. بفرمایید. صدای شما رو ندارم. Are you speaking English? من صدای شما رو ندارم، خطام هم همه خاموش شد. Hello. به هر حال من نمیدونم که چه باید بکنم. بله، سوال بسیار تکراری و مهمی رو از هفته پیش در گفتگوهای ساعت دوم هفته قبل ما شروع کردیم که چند تن از دوستان رو این مسئله هم ایمیل فرستاده بودند، هم سوال تلفنی کرده بودند و اون این بود که آیا برای اینکه ما بتوانیم در بزرگسالی صمیمیت، نزدیکی و روابط عاطفی و پیوست‌های عاطفی، دلبستگی‌های عاطفی، دلبندی‌های عاطفی رو تجربه کنیم، اگر در دوران کودکی طبق اون چهار اصلی که من بارها شمردم، در دوران در واقع اتچمنت یا دلبستگی‌های اولیه که در 5 سال اول عمر شکل می‌گیره، اگر رخ نداده باشه، آیا فرصت این که ما در طول زندگی بتوانیم از این تاریخچه فاصله بگیریم و برخلاف این که تجربه اولیه سکیور اتچمنت یا دلبستگی امن رو نداشتیم، آیا در بزرگی ما میتونیم این تجربه رو پیدا کنیم و اگر پاسخ مثبته چگونه؟ من بارها راجع به این موضوع صحبت کردم که ببینید، مغز انسان با 100 بیلیون سلول مغزی حیات خودش رو آغاز میکنه. بگذارید که در دوران جنینی و چند ماه اول عمر تعداد این سلول ها حدود 200 بیلیونه، ولی نیمی از اونها مثل اینکه بیمه طبیعت که ما پس از بین رفتن بخشی از این سلول ها هنوز بتوانیم با مغزی کافی برای زندگی و زیست انسانی به حیات خودمون ادامه بدیم. ولی 100 بیلیون سلول مغزی با هم ارتباط ندارن، شبکه های ارتباطی اینها تشکیل شده نیست، شبکه های ارتباطی اونها در تجربه و از طریق فعال شدن حواس، حداقل 5 حسی که میشناسیم، 5 حس بیرونی که میشناسیم و در تجربه با محیط
اینها ارتباطات میان سلولی یا گفتگوهای مغزی آنچه که نورو وایرینگ میگن به وجود میاد و بعد نوروپت ها یا شاهره های عصبی رو به وجود میاره که پیام ها از این شاهره های عصبی عبور میکنه و به مراکز فرمان صدور رفتارها میرسه. ولی با وجود اینکه این 100 بیلیون سلول مغزی رو ما داریم و این سلول ها ارتباط با هم ندارند، یعنی با ارتباط با هم یا اون چیزی که در واقع ادراک ما رو از جهان بیرون مهیا میکنه با اون به دنیا نمیای، اتفاقی که میفته اینه که نیمکره راست مغز یا رایت برین در 2 سال اولیه عمر بیشترین فعالیت ها رو داره. یعنی چی؟ یعنی مثل این که اگر این مغز ما یک کت خدایی داشته باشه، تمام نیروی کار و نیروی فعال خودش رو یا عمل اکرش رو میفرسه به قسمت راست این دهکده برای اینکه سیمپیچی های مغزی رو اونجا سریعتر و زودتر انجام بدن. بنابراین 2 سال اول عمر اهمیت و سیگنیفیکنسش برای مغز نیمکره راسته. حالا نیمکره راست مرکز احساس، مرکز دریافت‌های حسی فیما بین، مرکز توان ارتباطی، مرکز کامیونیکیشن یا گفتمان و ارتباط است که در واقع نیمکره راست مغز ما رو از حال جهانی که ما رو محاصره کرده آگاه میکنه. به همین دلیل هم هست که نقش جفت عاطفی که مادر یا کسی است که نقش مادر رو بازی میکنه در این 2-3 ساله اول عمر بسیار بسیار اهمیت داره، چون احساس و تجربیات حسی برای کودک گنگه مگر جفت عاطفی او این تجربیات رو هم آینه‌گونگی کنه هم توصیف کنه. یعنی بچه وقتی با یه صدای بلند وحشت میکنه، این مادر هست که او رو از اینکه صدای بلند ترسناکه و تو ترسیدی میتونه آگاه کنه. این تجربیات با جفت عاطفی سبب میشه که ما ایموشنال اینتلیجنت یا هوش عاطفیمون که نقش بسیار مهمی در ارتباطات دوران بقیه عمر ما داره ایفا بکنه. چیزی که بسیار اهمیت داره اینه که اتچمنت یا دلبستگی یا دلبندی که گفتیم از هلهوش 6 ماهگی کودک دوبودی خودش رو از مادر در واقع تجربه میکنه برای اولین بار و از اون غلاف مشترک سیمبیوتیک یا همزیگرانه یا همبودی بیرون میاد و برای اولین بار احساس من و غیر من از طریق یک مرحله بسیار ترسناک مشوشی به نام separation anxiety phase عبور میکنه و برای اولین بار حس من و غیر من برای کودک فرم میگیره و در اینجا رابطه اهمیت پیدا میکنه. چرا؟ کودک مانده و جهانی از ناتوانی و نیازمندی و دیگری، مادر یا کسی که نقش مادر رو باز میکنه، آن دیگر تمام توان و تمام قدرت در برآوردن حاجات او. بنابراین چیزی که این دو رو به هم مربوط میکنه رابطه است. از این مرحله است که یا کودک شوق ارتباط با جهان بیرون در اثر برآوردگی حاجات و کامیابی، حمایت و حفاظت و گرمی و امنیت و مهر و عشق، اگر اینها رو تجربه کرد و دلدونی، اون وقت شوقمند برقراری رابطه با جهان بیرون میشه و این
جهیزیه عاطفی است که ما به تمام روابط بزرگسالی خودمون میبریم. سوال بانوی عزیزی که آیا اگر این اتفاق در کودکی نیفتاده در بزرگسالی چه میشود کرد؟ بدون اینکه برای شغل خودم بخوام تبلیغ کنم، چون در شغل ما هم بسیار آدمایی هستند هستیم که خودمون هم از این مشکل بیش از شمایی که روبروی ما میشینید رنج میبریم و بنابراین قادر نخواهیم بود که این تجربه اصلاحی رو به شما بدیم، ولی یک روان درمانگر آگاه و کاردان و خون تکونی کرده از آتشقال‌های کودکی خودش قادر خواهد بود که تجربه این اتچمنت رو به مراجع خودش بده. اگرچه این تجربه در فضای حرفه‌ای با مدتی محدود، فی مدت معلومه و فی مبلغ معلومه صورت میگیره، ولی خود تجربهش قابل پیاده شدن به روابط دیگر انسانی هست. دانیل سیگل در کتاب معروفش مایندفولنس به این مسئله اشاره میکنه که تجربه خوب درمانگرانه میتواند جایگزین دلبستگی های اضطرابی و هرج و مرجی دوران کودکی بشه و نه فقط شخص در منطقه حس، بلکه در منطقه ذهن و نوروپت های مغز، سیم پیچی های مغزی که پیام رساننده های تجربیات عاطفی ما هستند نیز خودشون رو تصحیح می کنند به دنبال یک روان درمانی درست و کامل. ببخشید که روی خطوط موندید. بفرمایید دوست عزیز. بفرمایید آقا. سلام خانم دکتر. بفرمایید. وقتتون بخیر باشه. خانم دکتر، من برنامه شما رو میدیدم، اتفاقا خیلی استفاده میکنم از برنامه های شما. فقط یه سوال اینجا مطرح هستش، البته من حالا تو فرصت های بعدی دوست دارم که یه نظر بیشتر از اطلاعات شما، بالاخره زحمت کشیدید یه عمری رو سراغ این بحثا بودید، از سردمداران کشورهای مختلف استفاده کردید از نظریاتشون. فقط یه سوال اینجا مطرحه، حالا بعدیش رو می‌ذاریم برای برنامه‌های بعدی. در مسائل روانشناختی، خب ما روانشناس‌های جدید تقریبا علم روانشناسی رو یه مقدار بردن سراغ رفتارشناسی با محوریت انسان، انسان‌گرایی. فقط این برام مهم هستش که این پایه باید برام درست بشه که آیا ما تو بررسی رفتار انسانی، وقتی که رفتار انسانی رو با تو آزمون خطاهای مختلف توی مجموعی از نفرات وقتی که میایم این رفتارها رو میسنجیم، آیا میتونیم فقط صرف این وجود مادیشون رو در نظر بگیریم، بگیم که مثلا فلان رفتار انجام شد یا تو کودکی فلان رفتار انجام شد قاعدتا این سرایت میکنه تو بزرگسالیش، بعد یک عارضه‌ای براش به وجود میاد، یا نه فقط وجود مادیش مهم نیست، ما باید چون انسان هستیم وجود ما یه تلفیقی از یه ماده دیگه، حالا اسمش روح بذاریم، اسمش یه چیز دیگه بذاریم، با اون در ارتباطه. رفتارهایی که ما انجام میدیم، تأثیرهایی که از محیط میگیریم یا تأثیرهایی که بر محیط میذاریم، خب طبیعتا یه مقدار باید متناسب با این روح من باشه. اگر توضیح بدید که مثلا روح ما در رفتارهای ما، در مبانی روانشناختی ما، حالا اینجوری سوال رو بپرسم، چه تأثیری میتونه داشته باشه، خیلی ممنون میشم. بعد هم اگه اجازه بدید تو برنامه های بعدی هم میخوام از اطلاعات شما استفاده بکنم. خیلی ممنون میشم از لطفتون اگه توضیح بدید و بنده رو راهنمایی بکنید. بله، بسیار سپاسگزارم از این سوال بسیار خوب و بنیادی که در مورد روانشناسی کردید. تا جایی که بضاعت اندک علمی خودم اجازه بده حتما اینو جواب میدم، ولی کن خوشبختانه شما این سوال رو از کسی میکنید که خودش شاگرد حداقل 4 تن از شناخته شده ترین روانشناسان اگزیستنشیال بوده، یعنی روانشناسانی که به اصالت وجود اعتقاد داشتن. خود روانشناسی
از استادی به اصطلاح آموختم که کسی به نام گادامار آلمانی در واقع فرهنگ روانشناسی رو به 4 دوره مختلف تقسیم کرده و بستگی داره که شما الان از کدام مقطعی دارید به روانشناسی نگاه میکنید. او گفته که روانشناسی در دورانی به اصطلاح از فرهنگ دیتچمنت یا بریدن ها و فرهنگ غرایز که در واقع این بود انسانی انسان رو که شما ازش الان اسم بردید مورد کم التفاتی قرار داده که اون رو با دوران فروید و پسیکانالیز فروید همانند میکنه. و جالب این که بعدها به خود فروید این خورده گرفته میشه که تمام استخراجات تو از جهان روان انسانی از تمرکز و نگاه تو رو بیماران روانی بوده و نه یعنی با چشمی که میتوانست انسانهای سرآمد و استثنایی با کیفیت ها و ویژگی ها و فضیلت های انسانی رو پیش روی تاریخ بشری برای مطالعه خودش قرار بده غفلت کردی و این دوره رو روانشناسی گذرونده. سپس آمده به اصطلاح دوران یونگ که هم قطاری خود فروید بوده. یونگ آمده بلا فاصله در برابر این موضع‌گیری منفی گرایانه فروید و نگاه منفی او به انسان و طبیعت انسان و تسلط غریزه به خصوص دو غریزه پرخاشجویی و تخریب و سکس، یونگ آمده مسئله در واقع اسپریچوالیتی رو یا معنویت یا معنوی گرایی انسان رو با توجه به میراث تاریخی اون و در واقع کلکتیو کانشس اند ساب کانشس یا آنکانشس در واقع ناخودآگاه قومی و خودآگاه جمعی بشر اشاره کرده و فرهنگ جوی یعنی اینکه چگونه انسانی میتواند شادمانه و شوقمند زندگی کند به این توجه کرده. بعد از او ما یک در واقع رویکرد خیلی معکوس و تند و تیزی برابر هر دوی این مکاتبی که به عناصری به نام ناخودآگاه اشاره میکنن میبینیم و اون بیهیویوریست ها هستند، به خصوص جان اف اسکینر که در اون کتاب معروف والدن توش اصلا میگه که انسان موجودی است که رفتارهاش کاملا میتونه از جهان بیرون کنترل بشه و در والدن توش یعنی ادعا میکنه که کودکی رو به من بسپرین و بگین از او چی میخوای بسازی و من همون رو تحویلتون میدم. این رفتارگرایان رو مسئله یا فرهنگ کنترل و پاداش و تنبیه سرمایه گذاری کردن. روانشناسی از این دوره هم عبور کرده و بالاخره رسیده به سلف سایکولوژی که کوهات و اریکسون رو گادامار به عنوان رپرزنتتیوش اشاره میکنه که من نمیدونم چرا این گزینشو کرده، چون من ابراهام مزلو، من در واقع خود کارل راجر و مثلا راجر در کلاینت سنتر تراپیش اصلا انسان رو موجودی ویژه میدونه که غیر یکتا و غیر قابل تکرار و غیر قابل پیشبینی در رفتارهای خودش هست و میگه تعجب میکنم کسانی که ادعا میکنن، روی سخنش به اسکینره، میگه تعجب میکنم کسانی که میگن که انسان رو میتوان کاملا کنترل کرد چطور نمیبینند که انسانها با رفتارهای غیر قابل پیشبینی خودشون در موقعیتهای مختلف تمام فرمولهای اونها رو به هم میریزن. در این فرهنگ چهارم که فرهنگ کر هست، فرهنگی که به انسان به صورت موجودی نگاه میکنه، این بیشتر به سلف سایکولوژی برمیگرده یا اون نگاهی به روانشناسی که اعتقاد داره
انسان دارای ویژگی هایی هست که فقط انسان اون ویژگی ها رو داره. خب حالا در اینجا من دلم میخواد که یه ذره خیلی مختصر به قول شما این بحث میتونه ادامه پیدا کنه. ببینید همون رقعت روح یا spirit یه زمانی تبدیل به سایک یا روان شده و امروز در نوروساینس بیشتر از واژه مایند استفاده می کنند که در واقع هر سه اینها یک مفهوم رو می رسونه و اون مفهوم یک بود نان متریال انسانه که رو زندگی متریال انسان یا رو زندگی مادی انسان تأثیر می گذاره. وقتی ما از این زاویه وارد میشیم، حالا یک سری باید بزنیم چون نمیخوایم از تاریخ علم فیزیولوژی و بیولوژی و کمستری و نوروساینس هم فاصله بگیریم، چون انسان حالا حتی اگر چیزی غیر مادی بر جهان مادی او تأثیر میگذاره ولی پای در بسیاری از علوم مادی داره، مثل اینهایی که اشاره کردیم. مثلا اگر به تئوری تکاملی داروین نگاه بکنیم میبینیم که در انسان، در این سلسله مراتب تکامل در انسان، که انسانی که الان من و شما پیش روی هم نشستیم، در آخرین کتابی که از ژنتیک حدود 3-4 ماه پیش بیرون آمده این نتیجه گیری رو کرده که انسانی که من و شما باشیم تاریخ 60,000 ساله داریم. یعنی انسانی که رو دو پا ایستاده 60,000 سال عمرشه و این انسان از یک مادر و تعداد زیادی پدر به دنیا آمده. مطالعه ژنتیک این رو داره میگه، یعنی با مطالعات ژنتیکی که کردن برای رسیدن به اوریجین این انسانی که الان ما صحبت میکنیم، این نظریه الان به اصطلاح حداقل برای ژنتیست ها خیلی جا داره میفته که ما 60,000 سالمونه و این انسان 60,000 ساله مغزش بزرگترین تفاوتی که با انواع عقبتر خودش داره اینه که پری فرانتال کورتکس یا این قسمت مغز پیشانی ما بین 30-33% حجم و وزن مغز ما رو تشکیل میده، در حالی که در میمون، در باهوشترین میمون ها که قبل از ما تو نردبان تکامل قرار میگیرن این فقط بین 10-11% و تو سگ 7%، در گربه 3% و در موش بین 1-1.5% مغز پیشانی. حالا پس بنابراین ما این تفاوت بیولوژیک اناتومیک رو به عنوان انسان با بقیه موجودات داریم. حالا مهمه که ما ببینیم این مغز پریفرانتال کورتکس کارش چیه. اگر در نردبان تکامل ما به اینجا رسیدیم باید ببینیم که کار این مغز تکامل یافته چیه. 9 ویژگی مخصوص این بخش از مغز که من 3-4 تاشو که به موضوع گفتگوی شما برمیگرده بهش اشاره میکنم. اول ایموشنال رگولیشن، تنظیم عواطف، کار مغز پیشانیه که حالا برمیگرده به اون اینهبیتوری سیستما یا ترمزهای رفتاری که در مرکز مغز قرار داره. یه ویژگی دیگه این مغز پیشانی سلف نوینگ، یعنی انسان موجودیه که با خودش و از خودش آگاه بودی داره. موضوع سوم امپاتیه، همحسی داره، یعنی همون مسئله بنی آدم اعضای یکدیگرن، در واقع یک نوع ارتباط حسی داره با موجودات دیگه، با جهانی که او رو محاصره کرده. موضوع دیگه تجربیات اسپریچواله. تجربیات اسپریچوال، من همینجا میخوام من تجربیات مذهبی رو با تجربیات اسپریچوال جدا کنم. ضرورتاً یک دیندار میتونه تجربیات اسپریچوال داشته باشه، اما کسی که به دینی هم اعتقاد نداره میتونه هنوز تجربیات اسپریچوال و معنوی داشته باشه.
بنابراین این تجربیات اسپریچوال هم مال ویژگی مغز پیشانیه. و نکته دیگری که اهمیت داره که حالا الان برای یه لحظه از مغزم رفت، اگر یادم افتاد دوباره تکرار میکنم. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که ما از ویژگی های انسانیمون اینه که تجربیات اسپریچوال میتونیم بکنیم، خودمون رو میتونیم با خودمون در ارتباط باشیم، خود آگاه بودی از خیشتن داشته باشیم، همحسی با موجودات دیگر داشته باشیم و عواطفمون رو تنظیم کنیم. موجودی دیگر مشابه انسان نیست که این گونه باشه. بنابراین حتی اگر ما از دیدگاه تکاملی به انسان نگاه کنیم، متوجه میتونیم بشیم که انسان با بقیه انواع موجودات دیگه تفاوت شاخص داره. به من اشاره میکنم به آگهی ها رسیدیم، برمیگردم بعد از آگهی ها این مبحث رو ادامه میدم. از همه شمایی هم که رو خطوط هستید پوزش میتونم. دکتر حسین احمدی، متخصص روش طبیعی درمانی بدون استفاده از دارو، دارای PhD در رشته تغذیه، جلوگیری از سرماخوردگی، جوان ماندن و بیماری های قند. هر پنجشنبه ساعت 7 شب به وقت غرب آمریکا، 1-800-55-58-259، 1-800-55-LUCKY، www.luckynutrition.com. دوست دارم راجع به کیفیت بسیار عالی کرمای نیبا باهاتون صحبت کنم که سرشار از ویتامین های مفیده برای پوستتون، که واقعا به جوان نگه داشتن پوستتون و تمیز نگه داشتنش بسیار کمک میکنه. من مریم صالحی با استفاده از برنامه تریم فوراور 60 پوند کم کردم و 16 سال است که این وزن را نگه داشتم. حالا به زندگی جور دیگری نگاه می کنم. اعتماد به نفسم زیاد است و این باعث شده که در زندگی زن موفقی باشم. اگر تا به حال نتوانستید وزن خود را کم کنید، با من تماس بگیرید. من لاغری شما را تضمین می کنم و تا آخرین لحظه با شما خواهم بود. با کمک همدیگر می توانیم زندگی شما را برای همیشه عوض کنیم. بلند شو، اولین قدم را بردار و به من زنگ بزن. حراج جواهری پارس یک شنبه ها از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر و 3 شنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران، 818-344-50-50. با سلام، من رامین دلاوری هستم، مشاور قسم خورده از ایالت کالیفرنیا آمریکا. دوستان عزیزی که میخوان از طریق ویزاهای تحصیلی، توریستی، تجاری، سرمایه‌گذاری یا کاری وارد آمریکا بشن، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما این کارا رو میتونیم براتون انجام بدیم و شما رو به هدفتون که آمریکا باشه برسونیم. خیلی ممنون و به امید دیدار. بله، نکته دیگری که اینجا میخواستم بگم، تو همون کتاب مایندفولنس دانیل سیگل به این نکته اشاره میکنه که ما به صورت یک لوح ژنتیکی به دنیا میایم که این
به اصطلاح مارپیچ دی ان ای با جهان بیرون وارد بدبستان میشه. از بدبستان این لوح ژنتیکی با تجربیات جهان بیرون عنصر سومی به وجود میاد که سیگل اسمش رو میذاره مایند، و چیزی مشابه این رو به اصطلاح ملا صدرای ما همون روح اسمش رو گذاشته، که این عنصر سوم خودش بر تمام رفتارهای ما انسانها با وجود اینکه عنصر مادی نیست ولی بر جهان مادی زیست ما تأثیر میگذاره، و ما این رو همطور که اشاره کردید در هفته های آینده ادامه میدیم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر بفرمایید. وقتتون بخیر. خانم دکتر عذر میخوام، من از تماس قبلیتون که داشتین حرف زدم، اصلا کاملا حرفمو زدم، حس کردم هوشتون با من تلویزیون، اصلا کاملا صداشو بستم. من این بحثی که الان میخوام بهتون بگم، اولا قبل از این که چیزی بگم، خیلی بهتون ایمان دارم و باور دارم. من 20 سالمه، من خیلی بهتون باور دارم، همه برنامهاتون نگاه میکنم، ولی خانم دکتر من الان ایشالله این بحثم اگه ربطی نداره بتونید حداقل جواب منو بدید، چون من به هیچ زبانشناسی باور کنید جز شما باور ندارم، اینا یقینا میگم. بحث من اینه که من 20 سالمه و الان هم سن سالهای من تقریبا همشون دوست دارم و دوست دختر باشه خودشون دارن، اینم یه چیز خیلی عادیه و امیدوارم که از بحث من ناراحت نشید. در کل من میخواستم اینو بدونم، من الان عاشق شدم تو سن 20 سالگی و عاشق یک خانم شدم که ایشون بیوه هستن و 30 سالشه، من 20 سالمه و حدود یه مدت زیادی که با هم رابطه داریم. من میخواستم بدونم آیا اگه این رابطه‌ام ادامه پیدا کنه، میدونم که هیچ وقت برای هم نمیشیم چون تفاوت سنیمون خیلی زیاده، میخواستم بدونم اگه برای هم باشیم واقعا میتونه تو آینده به من لطمه بزنه. همین الانم که من با ایشونم واقعا تا حد زیاد، یعنی بگم شبم نروزه نروزم شبه، یه جوری شدم، نمیدونم چجوری بگم. الانم قبل از اینکه قطع کنم با ایشون صحبت میکردم و خانم دکتر خیلی ازتون ممنون میشم که من راهنمایی کنید، باور کنید. ببین اول بذار اول بهت یه چیزی رو بگم، اگر عضو فیسبوک هستی برو رو فیسبوک من دکتر نهضت فرنودی الان رو میبینی، رو فن پیج لایک بزن، برو تو و رو والم سه تا ویدیو از خانم هلن فیشر هست که در واقع ساینتیست عشق، یعنی این عشقای هیجانی، نه حالا عشق حقیقی مجازی و اینا، ما همین به مجازیش که شما داری اشاره میکنی میخوایم بپردازیم. سه تا مصاحبه گذاشتم از خانم هلن فیشر تحت عنوان چرا عاشق میشیم و در عشق دنبال چه هستیم، یه مصاحبهشم با مجله اشپیگل که به فارسی ترجمه شده رو سایت هم گذاشتم، یه دونم مصاحبه از خودم هست. خانم هلن فیشر دو تا کتاب داره، Why Do We Love و Anatomy of Love یا فیزیولوژی و اناتومی عشق چیه. در این مصاحبه ها و در این خلاصه ها او به طور تجربی آنچه که شما الان اسمش رو عشق گذاشتی و قرنها هم با همین عشق معروف شده، ولی الان از دید عصب شناسی یه ذره تفکیک میشه، بلکه اون رو با LUST لاست یا هوس شهوت که یک سیستم مغزی رو تحریک میکنه. در سیستم مغزی ما 4 موتیویشنال سیستم وجود داره که بستگی داره کدومش فعال بشه رفتارهای خاصی رو به ما میگه. این چه که شما ازش صحبت میکنید به قول نوروساینتیستا اسمش هست دوپامین لاو. دوپامین لاو یعنی این که یک میل شدید سیستم انگیزشی شما رو با هوس و خواهندگی شدید و هدف که رسیدن به محبوبه و به دنبالش به اصطلاح هیجان‌های هورمون‌های جنسی کاری می‌کنه در مغز که فعالیت‌های عادی مغز رو هایجک می‌کنه.
و شما دیگه از منطقه خاکستری و فهیم و تحلیلگرایانه مغز استفاده نمی کنید، بلکه مستقیم در یک هایجک از سیت آف ایموشن یا لیمبیک سیستم که فقط با این دوپامین فعال شده، فقط او رو میخواد. به قول اون آقای خواننده، دلم کسی رو نمیخواد، فقط به خاطر تو. یعنی فقط او رو میخواد. خود این پدیده فعالیت دوپامین یک کار دیگه میکنه و اون این که ریسپتورهای سرتونین یا گیرنده های سرتونین در مغز رو به حال نیمه فعال در میاره و برعکس نور ادرنالین رو فعال میکنه که این خاصیت هم دقیقاً خاصیت وسواسه. بنابراین شما با محبوب نوعی ابسشن یا وسواس هم پیدا میکنید. بنابراین در این دوره که زمان شدید هدفگرا ولی زمانش خیلی طولانی نیست، شما رو هیچی نمیتونه جلو دارت باشه. تو مغزت دائم به این فکری، دائم به او، با او فانتزایز میکنی، دائم او رو میخوای، با او که هستی جهان رو فراموش میکنی. خوشا حال دو محبوب و دو دلداده که غیر از عشقشان دنیا بود افسانه افسانه، اصلا به چیزی دیگه کاری نداری. ولی این حالت رو خانم هلن فیشر همونطور که در اون مصاحبهش میگه و در کتابش باز میکنه، تو تجربه دیده، ماکسیموم بین 9 ماه تا 1 سال این دوام پیدا میکنه و در اثر نوعی فرسودگی و در اثر نوعی فعالیت‌های هیجانی، شخص به تدریج سیستم دومی موتیویشنالی در مغز فعالیت خودشو آغاز میکنه که این سیستم دوم مغز رو به سمت فعالیت‌های عادی خودش میبره. بنابراین مغز فهیم، مغز تدبیرگر، تعبیرگرا، تحلیلگرا شروع میکنه به این که ببینم این کسی که منو اینقدر دیوونه کرده، از کار و زندگی انداخته، شب تا صبح بیدارم، نه غذا میفهمم، نه مادر میشناسم، نه کار میدونم یعنی چی، این کیه و چیه. در اینجاست که به دلیل فعالیت خودآگاه مغز شما شروع میکنی به بازشناسی این عشق و این محبوب. در اینجا هست که یا یار یار مناسبه یا یار یار نامناسب. اگر یار نامناسبه، در اونجا سرخوردگی ها و عصبانیت ها و خشم ها سبب میشه روابط یه مدتی هم عشق و نفرت، عشق و نفرت، عشق و نفرته، تا بیشتر حالت اعتیاد داره، چون عشق دوپامینی خیلی شبیه مصرف کوکینه این، و بعد بالاخره میفته به سرزمین نفرت. و حالا اگر نه یار یار مناسب بود، در اونجا اون وقت هورمون جدید دیگری در مغز فعالیت خودشو شروع میکنه که این اکسیتوسین یا هورمون دلبستگی و دلبندیه، همون چیزیه که روابط طولانی مدت رو فراهم میکنه و اون آرامش، نه هیجان ولی دلبستگی عمیق، اعتماد و خلاصه میل به تشکیل خانواده و ماندگاری این رابطه. شما الان 20 سالته، بیشتر از هر چیزی از هورمون‌های جنسی فرمان میبری و این که به یه زن بزرگتر علاقه‌مند شدی بسیار طبیعیه، چون شما در این سن انقدر به هویت مردانه خودت شک داری که فقط وقتی یه زن 30 ساله شما رو میپذیره و تحسینت میکنه، اون بحران هویتی و اون ترس و اون عدم اعتماد و اینها خیلی تقلیل پیدا میکنه و برات یه مردانگیه. اگر جملات منو درست گوش بده، اگر برات مشکلات قانونی پیش نمیاد، اگر برات بهای سنگین خانوادگی پرداخته نمیشه، اگر از نظر اخلاقی با این رابطه کانفلیکت یا تعارض عمیقی نداری، فعلا این رابطه رو داشته باش و به خودت زمان بده، به خودت زمان بده. دکتر ببخشید میتونم یه حرفی بزنم؟ بفرما. خانم دکتر، من تا الانم هرگز، یعنی رابطه نداشتم تو عمرم،
و من خواستم اینو به شما بگم که آیا من اگه تو این سن رابطه داشته باشم مشکلی برام پیش میاد یا نه، چون ایشون این خانم ما به هر دومون به هم مثلا به این نتیجه رسیدیم که صیغه کنیم، ولی من هنوز دو دلم موندم که آیا این کارو انجام بدم یا نه. گفتم اولی مشورتی کنم ببینم تخصص من حرفتونو کاملا قبول ببین به عزیزم گوش بده تخصص من فقه نیست، بنابراین من با صیغه کردن نکردن حرفی ندارم بزنم. من سه تا نکته به خودت گفتم. گفتم اگر از نظر اخلاقی با این رابطه تعارض درونی نداری، اگر از نظر قانونی مشکل پیدا نمی‌کنی، مثلا اگر فرض کن این خانم همسر داشته باشه، خب این یه رابطه خطرناکه، و اگر بهای سنگینی در خانواده نمی‌پردازی، این سه تا رو در نظر بگیر. صیغه اونو برو از ولی فقیه بپرسه. از من چرا میپرسی؟ من اونو که بلد نیستم، نمیدونم هم چیه. من توضیحاتم رو دادم، برو رو فیسبوک مطالب رو دنبال کن. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر. سلام خانم، بفرمایید. خسته نباشید عزیزم. نمیدونم من در رابطه با هر موضوعی که بخوام صحبت کنم اشکالی نداره، در رابطه با موضوع البته خانوادگیه. نه، موضوعی ناموسی نباشه، صحبت کن هر چی دیگه میخوای صحبت کنی. نه عزیزم. خدمتتون عرض کنم خانم دکتر عزیز، من 14 سال در واقع با همسر سابقم زندگی کردم که اصلا تفاهم نداشتم و کلا دوستش نداشتم. فرض یه پسر 14 سالم هستم. دو سال پیش من با این آقا متارکه کردم. تقریبا بعد از دو سه ماهی با یه آقای آشنا شدم که خب دو سال از خودم کوچیک‌تر بود. اون اوایل خب خیلی تفاهم داشتیم، خیلی دوستش داشتم، ظاهرشون ظاهری بود که همیشه در واقع بچگی آرزو داشتم و زبون همدیگر رو خیلی خوب می‌فهمیدیم. با توجه به که ایشون در واقع NA بودن، از این کسایی که در واقع اعتیادشون از طریق کلاس های NA ترک کردن، دو سال و نیم از ترکشون گذشته بود و خیلی قشنگ صحبت میکردن و در واقع احساس کردم خیلی تفاهم داریم. خلاصه به اینجا کشید که از لحاظ مالی هم ایشون صفر صفر بود، از لحاظ مالی تمام زندگی رو من ساپورت میکردم و این رابطه تقریبا به دو سال کشید که این اواخر خود لغزش کرد، دوباره رفت سراغ اعتیاد. تقریبا 10 روز 20 روز هی میرفت، ای دوباره به خاطر من در واقع ترکای شرطی، ای دوباره برمیگشت در واقع پاک میشد و این اواخر هم یه حالت در واقع دیگه پرخاشگری و برخورده فیزیکی خیلی جدی و با توجه به اینکه پیش یه روانشناس هم ایشون رفته بود، در واقع اختلال شخصیتی براش تشخیص داده شده بود، همون اختلالات برون مرزی یا بوردن لاین. ببخشید بانوی عزیز ببخشید بذارید من تصحیحتون کنم. بوردن لاین شخصیت برون مرزی نیست. شما ما آدمای برون مرزی هستیم، بوردن لاین شخصیت های مرزیه. ترجمه نه بفرمایید. خواستم به دلیل شنوندگان دیگه که میشنون شما رو این رو براتون تکرار کنم. بفرمایید. بعد خدمتتون عرض کنم دکتر، حدود تقریبا 20 روز قبل یه برخورد فیزیکی خیلی جدی با من کرد و به هر حال جدا شدیم. این که یه جورایی خان دکتر ذهنم خب تو از لحاظ فکری منطقم میگه خب این به درد من نمیخوره، ولی یه سری در واقع میگم تفاهماتی که خب خیلی زبونم رو روز حرف نزده بودم میگرفت من چی میگم، یا اون هنوز تو دهنش حرفش بود من متوجه میشدم چی میخواد، همراه با من بود، هم صدای با من بود، ولی این که خیلی پرخاشگر و خشم و انگیر خیلی خیلی زیاد در واقع داشت. با این حال که از زندگی من میگم 20 روز رفته، حالا احوالم خیلی خیلی خرابه و متاسفانه نمیتونم، میگم منطقم میگه خب به درد نمیخوره، به خاطر اینکه یکی این که چندین بار لغزش کرد و به خاطر اون خشم و عصبانیت زیادی که داره و برخورد فیزیکی که دو سه بار اتفاق افتاد،
اینا یه مقدار میگم منطقم میگه خب به درد نمیخوره، ولی احساسم متاسفانه اصلا درگیری فکری خیلی زیادی برای من به وجود اومده. بله بانوی عزیز، بانوی عزیز، با توجه به اینکه 34 سال سنمه و ایشون هم 32 سالشه، بانوی عزیز چند لحظه به من گوش بدید. من اون چه که میگم بر پایه اطلاعاتی است که شما الان به من دادید. من ایشون رو نمیشناسم، شما رو هم نمیشناسم، اما بر پایه اون اطلاعاتی که شما به من دادید، شما رابطتون یک کودیپندنسیه، همونطوری که او به الکل وابسته هست، شما هم به این شخص الکلی وابسته هستید. و چیزی که شما رو در کنار هم نگه داشته در واقع یک عشق یا یک رابطه سلامت نیست. آنچه که در گذشته اتفاق افتاده در آینده هم عیناً اتفاق خواهد افتاد. بنابراین شما هر وقت از این رابطه بخوای بیرون بری، این دوران سوگواری رو خواهی داشت. اگر 10 بار به این رابطه برگردی، 10 نوبت سوگواری خواهی داشت. چیز دیگر این هست که او در واقع برای خودش یه مادر پیدا کرده بود و درست تعارض و کانفلیکتی رو که با مادر خودش داشت با شما هم پیدا کرد. اگر شما 34 سالته و میخوای برای آیندت یک زندگی آرام تأمین، آرام در واقع داشته باشی، از این دوره سوگواری عبور کن. یک کتابی هست به نام Necessary Losses، فقدانهای ضروری، این کتاب رو بخون. و یک سیدی هم من دارم تحت عنوان، 2 سیدی تحت عنوان زندگی در کنار انسانهای دشوار، و اون سیدی رو میتونی رو سایت من بری عضو شی، مجانی گوش کنی، نگاه کنی و خودت رو دوباره توی این طوفان ننداز، چون یه دوره کوتاه خوشی داره. این اون زنبوریه که با یک نیش به تو عسل و با نیش دیگه زهر میده، و مادامی که او تغییر نکرده، این رابطه تغییر نمیکنه. شما دنبال این سوال برو که چرا خودت به چنین رابطه‌ای، به دام چنین رابطه‌ای افتادی. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم فرندی، خسته نباشید. ممنون خانم. من میخواستم بگم که خانمی هستم 40 ساله، یه فرزند 3 ساله دارم و دارای علائم IED. IED منظور تو EDDه؟ IED. من یه دفعه خشمم به شدت فوران میکنه و نمیتونم خودم رو کنترل کنم و درد. ببخشید من نمیدونم مخفف چیزی که میگید، من نمیدونم IED من ننوشتم الان خدمتون بگم. این هست Impulsive disorder. Exactly. بله بله بله. خیلی خوب. بله بله. و اینجوریه که من خشمم به شدت فوران میکنه و به اندازه مثلا 10 ثانیه بعد پشیمون میشم، به شدت پشیمون میشم، عذرخواهی میکنم. و حتی یه بچه 3 ساله دارم. چرا شما مراجعه نمی کنید به یه متخصص؟ چه بسا که احتیاج دارید دارو بگیرید. توی اینترنت سرچ کردم. نه 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 نه، اینترنت نیست، خیلی خطرناکه. الان خیلی ها میرید از گوگل و اینترنت و اینا برای خودتون درمان پیدا میکنید، بعدم یه داروخانه‌ای که غیر اخلاقی کار میکنه یا یه آشنایی که تو خانواده دارین برای خودتون دارو. نه عزیزم، شما کجا زندگی میکنید؟ من تورنتوی کانادا هستم. کجا؟ تورنتوی کانادا. شما اونجا به یک به اصطلاح آقای دکتر آزادیان به هر حال یه سایکیاتریست هستن اونجا که تو تورنتو هستن و یه خانم سایکیاتریستی هم اونجا هستن، به هر حال روانپزشکای ایرانی هستن. شما مراجعه کنید، بذارید اول یه ایوالویشن بگیرید، ما ببینیم که چطوره که شما ایمپالساتون، اون وقت هیچ کار دیگه ایمپالسیو مثل خرج کردن بی اراده یا
متاسفانه وقتی مثل حالت افسردگی به هم دست میده میرم مال بی خودی خرید میکنم. خیلی خوب. خیلی خوب. پس شما حتما باید برای این مسئله درمان بگیرید. مثلث درمانیشم من به شما میگم، دارو درمانی، روان درمانی و ورزش. ورزش ورزش بسیار بهت کمک میکنه. علاوه بر ورزش، رعایت بعضی از اصول تغذیه، برای شما قهوه، مشروب و این نوشابه های کوک مثل کوکاکولا و پپسیکولا و اینا رو شما نباید بخورین. برعکس، یک چیزی که ممکنه به شما کمک کنه، آرامش بیشتری بهتون بده، لوندر اویل. لوندر یا قرصش یا چاییش یا اویلش، لوندر اویل رو از طریق استشمام در روز به طور منظم، اگر یه شیشه رو داشته باشید و روزی چند بار استشمام کنید، بسیار کمک میکنه به اون منطقه بیزل گنگلی و انتریور سینگولیت که کارهای ایمپالسی و ما از اونجا فرمان صدور میگیرن. و میشه اسپل بفرمایید؟ لوندر. لوندر اسپلش هم استقدوس. بله، لوندر. ال ای وی ای ان ای آر. بله، دی داره، لوندر، دی ای آر. بنابراین این لوندر میتونید چایش هم بخورید یا غیره، خیلی کمک میکنه. ولی دارو و روان درمانی ضرورت، دنبالشو بگیرید. چون گفتید بچه 3 ساله دارید، اگر فکر میکنید که شما برای بچه‌تون هارمفول میتونین باشین در یه لحظاتی، کمک بگیرین یه کسی با اتون زندگی کنه که در اون لحظات بی اختیاری خدای نکرده آسیبی به اون بچه نزنید. اونقدر خانم دکتر بی اختیار نمیشم که کنترلمو کاملا از دست بدم. چند تا اصول انگر منیجمنت هست که 2-3 تا ساده شو من به شما میگم. وقتی که حس میکنی داری جوش میاری، درست مثل شیری که زیرش روشن یهو سر میره، اصلا این انالوجی رو، این متافور رو نگه دار تو ذهنت. تا داری میای جوش میاری، یه چیزی مثل بستن گاز برای تو و اون اینه که خودتو برسونی به هوای آزاد و چند تا نفس عمیق بکشی، یا دست کنی تو جیبت اون لوندر اویل رو دراری و استشمام کنی، اون یه ذره کنترل بهت میده. یوگا بسیار بهت کمک میکنه. یوگا به خصوص هات یوگا خیلی الان رابطهش با کنترل خشم تو مطالعاتی که کردن نشون داده شده. بله. اوکی؟ بله. بعد یه سوال. نه دیگه، سوال دیگه نکن. من همه خطام روشنه و وقتم زیاد نیست. شما با همین یه سوال قانع باش، بذار از دیگران هم بتونم سوال بگیرم. من فقط خواستم بپرسم ژنتیک نیست؟ به بچه‌م سرایت نکرده این؟ well, ما میدونیم که تمپرمنت ژنتیک هست. تمپرمنت یا همون چیزی که ما رو زودانگیختی یا دیرانگیختی رو در ما به وجود میاره ژنتیک هست، ولی این که فعال بشه یا نه بستگی به تجربیات داره. اگه مادر شما باشین و تغییر نکنین، حتما اون هم کپی شما میشه. بله، پس اکسپریانس اثر میکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. به من اشاره میکنم، به وقت آگهی ها رسیدیم. تا چند لحظه دیگه با من باشید. جهت انتخاب وام‌های مسکن مناسب، از تجربه 12 ساله بابک رفیع‌زاده در امور وام‌های مسکونی، تجاری، لاین آف کردیت و ریفایننس استفاده کنید. انتخاب وام مسکن مناسب باعث حفظ سرمایه شما است. پس هوشیارانه وام خود را انتخاب کنید. بابک رفیع‌زاده، کارشناس ارشد وام، آشنا به تمام قوانین بانک‌های کانادا و شرکت‌های CMHC و جنورد و رابطه نزدیک با آنها، شما را یاری می‌دهد تا از میان صدها نوع وام‌های مختلف مناسب‌ترین وام را انتخاب کنید. 416-316-7146. توجه، مجدتل مشکلات تلفنی به ایران را آسان کرده است.
سرویس تلفنی ماجیک تل از تلفن منزل، محل کار و تلفن همراه بدون نیاز به پین نمبر. مکالمه با تهران 24 ساعته شبانه روز 7 روز هفته بدون مالیات، بدون هزینه های اضافی، با قیمتی مناسب. بله، اگر میخواهید بدون دردسر با اولین تماس با کیفیتی منحصر به فرد با عزیزانتان در هر نقطه از ایران صحبت کنید، کافی است. همکنون تلفن را برداشته، شماره 1-800-267-1350 یادداشت کنید، 1-800-267-1350 رو بگیرید و امتحان کنید. Magic Toll، سرویس سهرامیز تلفنی به سراسر دنیا. 1-800-267-1350 Magic Toll. Hello. ارائه نوین برای پخت و پز غذاهای ایرانی با محصولات غذایی آسان، سبزیجات خشک و آماده در بسته‌بندی‌های مطمئن و استاندارد، سبزی خورش قرمه سبزی آسان، سبزی پلوی آسان، سبزی کوکوی آسان، سبزی آش آسان، پخت و پز آسان با محصولات آسان و همچنین غذاهای آماده برای مصرف آسان بدون کلسترول، کم چربی و بدون پرزرواتیو، خورش قرمه سبزی بدون گوشت آسان، آش رشته آسان، آش شل قلمکار آسان، آش جوی آسان، غذاهای آماده برای مصرف آسان بدون کلسترول، کم چربی و بدون پرزرواتیو، پخت و پز آسان با محصولات آسان. تنها با گل ها گویم غم ها را، چه کسی داند ز غم هستی چه بده چشمات دامه غروبه، غروب شهر خسته من، تو چشام کهنه ها رو تازه کردن، شب غمگین دل میکین تو، روزا و شب بله، بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر. سلام آقا، بفرمایید. من یه سوال اساسی داشتم خدمت شما. من از ایران تماس می‌گیرم خدمتتون. خدمت شما هست که شما میگید که هر وقت سوال می‌کنید همون سوالت اساسیه. من خوشبختانه که متأسفانه به اول تماس می‌گیرم خدمتتون. خیلی خوب، بفرمایید. خدمت شما هست که من توی ایران تحصیل میکنم. بله. به خاطر سیستمی که توی خود آموزش پرورش یا توی دانشگاه ایران هست،
یک حالتی هست که مثلا اگر فرد هم علاقه من باشه به این قضیه که بخواد درس رو یاد بگیره و متوجه هم بشه، بیشتر از حافظت استفاده میکنه تا اینکه بخواد تفکرش رو به کار بگیره. بعد روی این چیزه من احساس میکنم که مثلا با اینکه من الان دانشوی مثلا مهندسی دعوتم به عنوان مثلا چه رفته دیگه آران پای گیرنده باشم دشتای مختلف احتمال داره که هرچی مشکلی داشته باشم، ولی خب این با این داستان این سیستم آموزشی باعث شده که ما بیشتر از حافظه اون استفاده بکنیم. یعنی عملا من حالا مثلا سر کلاس یا حتی دقت کردم مثلا توی روابط اجتماعی یا توی مشکل یا توی بحرانی که توی زندگی داشته باشم احساس میکنم که نمیتونم سریع فکر کنم. حالا نمیدونم این بعضی حالا اصطلاح کتاب مختلفی که خوندم مثلا میگن بیتالی یا اختراع تمرکز، ولی احساس میکنم که نمیتونم سریع فکر کنم. مثلا اگر راجع به هر قضیه خیلی مثلا سر کلاس درس باشم مخصوصا یا یک فعالیت علمی دارم انجام میدم، اگر بیام خیلی حالا با ریلکسیشن یا هر اتفاق خاصی که افراد مختلف انجام میدن تفکرم، اگه سرعت تفکرم رو بیارم پایین، احساس میکنم که تنها در این سرعت میتونم به نتیجه خوبی برسم. حالا میخواستم بگم که این مشکل این اختلال یا مثلا احتیاج به دارو داره یا یک یه روالیه که شاید مثلا بعضی افراد اینجوری هستن بعضی افراد اینجوری نیستن. ما تنها برداشتی که از گفته های شما داشتم اینه که شما میگید در جایی که لازمه سرعت انتقال کافی ندارید یا در واکنش نشون دادن نسبت به یک موقعیت اونجور که دلتون میخواد سری نیستید. دقیقا. خیلی خوب، ما این پدیده رو در اگر بخوایم از دید اختلال روانشناسی نگاه کنیم، اختلالات روانشناسی نگاه کنیم، ما این پدیده رو در دو جا میبینیم. یکی در جایی که افسردگی بالاست، دو در جایی که اضطراب بالاست، یا کامبینیشن هر دوتای اینا. خب بله. یک جای دیگه ما این پدیده رو میبینیم که اون مسئله تروماتایز شدن و مسئله فیرفولنسه. یعنی وقتی که ما در فلبداه بودنمون تنبیه شدیم یا در واقع تجربه تلخی پیدا کردیم، مثلا مثل این که بچه سر کلاس نشسته یهو یه چیزی به ذهنش میرسه میگه من بگم خانم من یا آقا من بگم میگه، بعد معلم میگه که به تمرک چرا بی خودی مثلا زبون درازی میکنی، این جرأت فلبداه بودن در شخص از بین میره. و معمولا در مدل‌های آموزش و پرورشی که مدل توتالیتریان هست، در این موارد به خاطر اینکه راحت ترین راه کنترل در واقع دانشجو یا محصل هست، از این شیوه استفاده میکنن. و مطالعه‌ای که شده اینه که در کشورهایی که سیستم آموزششون اینطوریه، اگرچه ما اچیومنت رو به خصوص در رشته‌های کاملا انتزاعی و ابسترکت مثل ریاضیات و غیره میبینیم اینا پیشرفتشون خوبه، ولی اینها در خلاقیت عقبن. اینها دنبال روهای خوبی هستند و پشتکار خوبی هم دارن، ولی در خلاقیت عقبن. خلاقیت در کشورها و در ملتها در میان سیستمهای آموزشی که بچه را اجازه میدن که فلبداهه آنچه که در حل مسائل به ذهنش میرسه بگه، خلاقیت در اون کشورها بالاست. بنابراین اگر شما حس میکنی افسرده هستی، چون افسردگی و اضطراب هر دو از سرعت انتقال و فلبداه بودن آدم کم میکنه و آدمو گرفتار نوعی تردید در گزینش پاسخ میکنه، اگر افسردگی و اضطراب داری، اول شروع کن فقط با ورزش زیاد، ببین چقدر بهبودی پیدا میکنه. اگر بهبودی پیدا نکرد با یه روانشناس کار کن. اگر روانشناس ضروری دید، حتی ممکنه که از روانپزشک برای دارو هم استفاده بکنه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم.
سلام آقا. سلام آقا، بفرمایید. خانم دکتر، من این مطلبی می‌خواستم مطرح بکنم، امیدوارم شما بتونید همراهی بفرمایید. مسئله که من دیروز توی برنامه رادیویی که از همکاران شما یه چیزی شنیدم که برام خیلی سنگین بود و بدون این که البته من سعی میکنم اسمی از کسی نیارم به خاطر مسائلی که، ولی میخواستم شما نظرتون رو بفرمایید راجع به اولا الان در حیطه این پرکتیس و علم شما افرادی اومدن با که حتی کار تراپی میکنن، حتی تبدیل به بت شدن، از افسانه‌های دنیا بهشون زنگ میزنن و اینا کامنت میدن بدون اینکه حتی روانشناس باشن، یعنی مدرکی که دارن مدرک فرض فرمایید پی اچ دی جامعه شناسی هست و فامیلی اند مریج تراپی، اند مردم بهشون زنگ میزنن با دو تا علامتی که بهشون میگن اینا تشخیص بایپولار دیزوردر میذارن، در حالی که شما میدونید you have to 7 out of 11 DSM criteria fulfill بشه تا اون دایگنوستیک داده بشه. اول از همه ولی مسئله که میخواستم بگم، من با این آقای دکتر یه صحبتی کردم، برای اینکه ایشون، من خودم یک سینگل فادر هستم و فکر میکنم بهترین سینگل فادر دنیا هستم و طوری که من از بچه‌ام نگهداری میکنم هزار تا مادرم نمیتونم سلوک کنم، و ایشون برگشت و گفتش که بیش از 500 study is out there که میگه که وقتی که بچه ها 90% custody به مادر داده شده 10 به پدر، اینا نتیجه بهتری دارن. وقتی من بهشون گفتم که من خودم پزشک هستم، این استادیا کجاست؟ اگر یک همچین دیدای بیرون هست چطوره که این قاضی کورت وقتی 50-50% custody میده، اگر there is such a solid evidence published research، چرا اون وکیل اون خانم این استادی رو نمیاره نشون بده؟ آقا این 500 استادی نشون داده دیگه، اصلا is a done deal. چطوریه که ایشون ادعای 500 استادی میکنه؟ چجوریه که و باور بفرمایید، من اینو میخوام به استناد حرفای این آقا، خانمایی هستن که شوهرشون کشیدن کورت و $100,000 پول وکیل دادن برای کاستدی، آخرش که گفتیم که خانم از ایشون کارو کرد، فرمودن آقای دکتر فلانی گفته که بچه ها باید یه خونه باشن و یه پرنت اصلی، اونه که پرنت بشه ویزیتر پرنت. اصلا یه دیت و من خود ایشون که تو صحبتی که من باشون کردم اجازه نداد من صحبتم رو بکنم، برگشت گفت اینجا برنامه منه، من متکلم وقتم، بعدم اقدر صحبت کرد وقتی به من گفت شما حرف بزن، گفت البته من دو دقیقه بیشتر تا ساعت 5 ندارم. حالا من از شما میخوام بپرسم، یکی باید در حال ببینید، اجازه بدید من این مسئله رو بگم. اولا شما به عنوان یک شنونده حق دارید، امیدوارم ده ها مثل شما این حق رو به خودشون بدن که از منی که پای این بلندگو نشستم و حرف میزنم، وقتی که یه عددی پرت میکنم مثل 12 تا تحقیق اینو نشون داده، 20 تا تحقیق اونو نشون داده، شما پیگیری کنید و از من رفرنسام رو بخواید، چون این سبب میشه که اولا من جای درست خودم قرار بگیرم و فقط برای جلب توجه و فقط برای دامیننس یا سلطه‌جویی بر افکار جامعه خودم رو غیر از اون چیزی که واقعا اطلاع دارم معرفی نکنم. این فقط در یک جامعه آگاه، متمدن، مسئول و آشنا با حقوق خود اتفاق میفته. الان من در قسمت اول برنامه نقل قولی از گادامار کردم که عزیزی که آگاهیشون بیشتر از من هست به من اشاره کردن اون تقسیم بندی از گادامار نبود، اون تقسیم بندی در کتابی بود که نظریه هرمنیوتیک گادامار توش بود، و خب این تصحیح هم به من کمک میکنه هم به شما که میشنوید. لذا ما که مسئولیت متاسفانه الان به دلیل تعدد این وسائل ارتباط جمعی و به دلیل
اینکه روانشناسی تقریبا به اصطلاح در جامعه ما خیلی فاسینیشن به وجود آورده، در حالی که در جامعه غرب اینقدر فاسینیشن به وجود نیاورده. این اتفاق افتاده که من و امثال من حرفشون یه مقداری جدیتر از اونی که هست گرفته میشه. به همین دلیل هم مسئولیت بیشتری بر دوش ماست. بله. یا هدف ما آگاه سازی جامعه است که متواضعانه از هر جایی که اشتباه میکنیم برمیگردیم و خودمون رو تصحیح میکنیم، یا هدف ما سلطه‌جویی و به وجود آوردن اون ایمیج یا تصویر تسخیرناپذیر و قادر مطلق و برتر از دیگران و سلطه بر دیگران هست که اون رو متاسفانه تا جامعه بیدار نشه، من که هوس چنین چیزی رو دارم میتونم حفظ کنم. برگردم به این نکته که شما میفرمایید که آیا برای کاستودی پدر و مادر، بچه به پدر و مادر، دادگاه چجوری تصمیم میگیره؟ اولا پروسه این کار اینجور هست که دادگاه ارزیابی میکنه و هدف دادگاه یا مرکز دادگاه هم ویلبینگ بچه است، یعنی آنچه که برای بچه و بهزیستی او کمک میکنه در نظر میگیره. قانون در کالیفرنیا و در اکثر جاهای آمریکا اینه که 50-50 هست، یعنی بچه هم احتیاج، همونطور که ژنش 50-50 است، همونطوری که سپرم و اوول، یک سپرم و یک اوول اون رو به وجود آوردن، او به تغذیه عاطفی مادر و پدر هر دو احتیاج داره، مگر اینکه یکی از این دو نفر به دلیل خاصی بیماری روانی، حتی اگر بیماری روانی هست که شخص زیر نظر درمانه و داروهاشو مصرف میکنه و خطری برای بچه نداره، این حق رو حتی از اون نمیگیرن. بنابراین مادر و پدر هر دو کوالیفاید هستن یا صلاحیت این رو دارن که از بچه ها نگهداری و سرپرستی کنن. نکته دیگری که اینجا هست اینه که دادگاه رأی خودش رو معمولاً بر اساس پاره ای ارزیابی ها میده. قانون کلی 50-50 و چیزی که معمولاً دادگاه توصیه میکنه اینه که مادر و پدر به هنگام جدایی، من دعوت میکنم شما رو فیسبوک من به اصطلاح کلیک کنید و برید تو فن پیج من، اونجا یک مصاحبه ای راجع به فرزندان طلاق و نقش والدین دارم، میتونید گوش کنید ببینید شاید یه بخشایش به دردتون بخوره. واقعیت این هست که بچه نه مادر رو میخواد انکار کنه نه پدر رو، و وقتی بچه گرفتار دشواری و خشم میشه که مادر و پدر میخوان همدیگر رو انکار کنن، و به همین دلیل در دادگاه به هنگام کاستدی معمولا به پدر و مادر میآموزند یا توصیه میکنند که برن با یک روانشناس کوآپراتیو پرنتینگ رو یاد بگیرن. و اگر مادر و پدر هر دو متوجه این باشند که زناشویی اونها شکست خورده ولی مادری و پدری رو میشود کامل انجام داد اگر با هم همکاری و همرأی کنین، اون وقت حتما برای بچه ها مهمه که مادر داشته باشن و پدر داشته باشن، با هر دو وقت بگذرونن، با هر دو بتونن آیدنتیفای کنن، هر دو رو بتونن آیدیالایز کنن، از هر دو بتونن بیاموزن به عنوان رول مدل و از هر دو فارغ التحصیل بشن و انسان خودشون بشن. من تا امروز من اجازه نفرمایید من یک کلمه بگم؟ بفرمایید، استدام کنم. بله، ببینید من اولا که خدا رو شکر که بازی که تو دادگاه ما بود اندیشه ایشون رو نداشت و 50-50 داد. ما بعد از اون اوائل که مقداری، البته این مسئله پرسونال زندگی منه ولی خب من شیر میکنم، برای ما اول با فاک شروع کردیم، اما خود من پیش قدم شدم. الان ما خیلی خوب داریم اون کوپراتینگ انجام میدیم و میدیم که باید با هم دیگه اگر دوست نباشیم اون بچه ما مشکل پیدا میکنه. اما من صحبتم این بود که صحبت من اینه و من از شما به عنوان یک آزاداندیش و یک کسی که شجاعه میخوام که
شما بفرمایید که این دادگاه کالیفرنیا اگر میگه فیت، چون من این مسئله رو گفتم، گفت نه دادگاه ها میخوان خیال خودشون رو راحت کنن، گفتن 50-50. Otherwise این اویدنس 80-20-90-10 is out there. یعنی شما اینو بگید که من میخوام شما بشنوم، شما البته غیر مستقیم فرمودید که حرف ایشون کاملا غلطه، یک همچین اویدنسی به این که 90% مادر 10% پدر. اصلا how could you، چجوری میتونید بگید که پرنتی که 10% بچه رو میبینه is a parent, is not a parent, he become a visitor. اگر شما من بچه بگید سیب نخور، اون اصلا میگه رو بخشید تو اینجا چی کاره ای، من تو رو سال تا ما هم نمیبینم، من 90% با مادرم هم. و به نظر من حرفی که ایشون زد بسیار بسیار خطرناکه. باور کنید با توجه به اعتقاد تاکسیکی که به این آقا وجود داره، ببینید از حالا به بعد تو جامعه ایرانی چقدر این ماجرای طلاق و کاستدی اوج پیدا میکنه. چون با عرض معذرت خانم ها منتظرن که بگن بله آقای دکتر هرچی گفتم که بچه باید فقط توی خونه باشه، و این زید حداقل ایشون نمیگه که این نظر شخصی خود منه که من تو کنفرانس ها میگم، ایشون میگه 500 استادی نشون داده. من گفتم آقا من شما دعوت کردم تو برنامه تلویزیونی، من خودم پزشکم، کدوم استادی؟ Is it a double blind study, observational study, based on what p-value in it? اگر یه همچین استادی بود که تمام کیس های طلاق به نفع مادر بود تمام شده بود، این رو وکیل زن میگو تو دادگاه پیروز میشد no question. و ایشون این 90-10 رو میپرونه و میگه بچه ها باید یک خونه داشته باشن. بذارید من دکتر اجازه بدید من یه نکته دیگه رو خدمت شما بگم، و اون اینه که واقعا من در روانشناسی علمی ابسولوت تاک تا حالا ندیدم. بله قربونتون برم، حرف من با ایشون این بود که that's why با این که شما قانون جاذبه همه جا شما نمیتونید در روانشناسی اینطور، روانشناسی خیلی نزدیکتره به فلسفه تا پیور ساینس. دو تا چهار در روانشناسی روانشناسی و روانپزشکی رو خوندیم، احترام هم میذارم به روانشناسا، ولی شما نمیتونید بگید روانشناسی یک علمی کاملا مانند شیمی که شما اکسیژن هیدروژن رو بله هم. این مسئله متاسفانه. حالا من یه پیشنهادی به شما دارم، و اون این که شما که آگاه هستید و شمایی که از کلام نظیف برخوردار هستید، همین کاری که با من کردید در برنامه های خود اون فرد میتونید داشته باشید، هم کمک میکنه به این که من از من صحبت بکنم. ایشون هاشون ببخشید با یه آنسی شبیه مغرد میخواهات با احترام من ایشونشون آدم خیلی بسیار ایشون حافظه ایشون به تسلط ایشون ایشون صحبت رو گرفت دست زد من که گفتم شما موتی تعلیم وحده شدید. ایشون با کمال تعجب گفتم برنامه خودمه، برنامه منه، من حرف میزنم. و من خواستم گفتم من برخلاف همه که زنگ میزنم میگن شما سرتون سر امام زمانه، بعد از شاید هزار سال یکی زنگ زده به شما که از شما ایراد بگیره. اولا که شما تخصص این کار ندارید، تو آلناد سایکالوجیست پی اچ دی سایکالوجی ندارید، حالا مطالعه کردیم بعد کار تراپی میکنیم، بعد با یک مثلا یکی زنگ میزنه میگه من پسرم پول زیاد خرج میکنه، شبا 3 ساعت میخوابه، میگه ایشون از منک. در حالی که شما میدونید شما یه دی اس ام کرایتریا دارید با دو تا علامت نمیدونید وقتی پرسید یک تشخیص بزرگی تو اکسس وان نزدید با دو تا علامت گفتن صدای شما کوالیتی نداره، مثل اینکه صدای شما رو یا قطع شد یا قطع کردن، گفتن کوالیتی نداشت صداتون. عذر میخوام من قطع نکردم شما رو. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. الو خانم دکتر با من هستی؟ بله خانم بفرمایید. سلام خانم دکتر، با عرض واقعا احترام، من واقعا خوشحالم که این آقا دکتر الان به شما زنگ زدن و این موضوع خیلی مهم رو عنوان کردن. و واقعا خودم میبینم چون برنامه اون آقای دکتر هم تماشا میکنم تلویزیون، و واقعا اگه کسی جلوی ایشون بخواد حتی یه بحث رو باز کنه،
ایشون جوری اینتیمیدیت میکنن اون طرف رو، یعنی مرعوب میکنن، رعب و وحشت درش ایجاد میکنن که اون دیگه بحث نمیکنه. بانو عزیز، واقعا من خواهری دارم که این طفلک از شوهرش داره جدا میشه بعد از 21 سال زندگی به خاطر این که دو این سال هاست به حرفای این نه بانی عزیز، جامعه بانی عزیز، بانی عزیز، شدیدن تحت تاثیر قرار گرفت. بانی عزیز، بانی عزیز، توی تلویزیون به جامعه و رادیو به جامعه ما که بر حسب احتیاج هست که ما با هم زندگی میکنیم و هم دیگر رو تحمل میکنیم. بانی عزیز، من حتی پشت ماشینم زدم که اگر که من اون روزی که امیدم رو بریدم از انسانها خوشبخت شدم. و واقعا اصلا من اینقدر متاسفم که مردم ما از کوچیکی مرعوب شدن از طرف پدر، مادر، معلم و اینتیمیدیشن باعث میشه که مردم ما فکر کنن یه نفر بانی عزیز، بانی عزیز، برای گفتن بانی عزیز یکی ما رو دامینیت بتونه بکنه و اون فن کلام رو داشته باشه، ما خود به خود مجذوبش میشیم و اصلا مزمرایز میشیم، میشیم پای کلام این، همونطوری که توی بانی عزیز توی خیلی از مجالس دراویش پیش میاد. خیلی خیلی واقعا من فکرشو که میکنم. الو. بله بانوی عزیز، معذرت من نشنیدم شما چی گفت. بله من عرض کردم خدمت شما که واقعا منصفانه هست که شما این گفتگوها رو در برنامه‌های خود این فرد که من خوشحالم که نام نبردید مطرح کنید، شاید خود ایشون هم از این انتقادات استقبال کنه و شاید خود ایشون هم از این انتقادات بیاموزه و شاید برای جامعه سالم تر باشه که یه گفتگوهای انتقادآمیز رو آدم با خود اون فرد انجام بده و جامعه و خود اون فرد با هم و همزمان جلو برید. بله شما به درستی اشاره کردید که ما از یک فرهنگ استبداد زده میایم که مقهور و محصور و شگفت زده میشیم در برابر فرهنگ تسلط و دامیننس. و خب این یه مسئله‌ای که باید به تدریج در جامعه حل بشه، منتها شما از این فرصت با خود این فرد استفاده کنید و صحبت کنید که به همه کمک کنید. دکتر حتما، ولی من معذرت میخوام، فقط میخواستم تایید کنم سخنان دکتر رو قبلی رو که زنگ زدن. ولی سوال اصلی من در مورد اثر پورنوگرافی روی جامعه است که واقعا در موردش صحبت نمیشه هیچ جا و من دیدم چه زندگی ها خراب شده، چه رابطه ها به هم ریخته، برای که هیچ زنی نمیتونه با اون هنرپیشه پورنوگراف رقابت کنه و این آقایونی که معتاد میشن به این مسئله، اگر میشه خانم دکتر دست از روی درباستی ورداریم و شما لطف کنید توضیح بدیم توی مغز فردی که معتاد میشه به این تصاویر مستهجن توی کامپیوتر یا توی فیلم های دی وی دی چی به سر این فرد؟ بله اجازه بدید که توضیح بدیم. چشم، اجازه بدید. لطف بزرگی میکنم. خواهش میکنم. این یه مثل سرطان، مثل یه خوره داره جامعه ایرانی رو بسیار معصومانه نمیدونن دارن چی کار میکنن. خیلی خب اجازه بده که من توضیح بدم با کمال میل. من از تلویزیون بشنوید. ببینید این مسئله، اولا سکس اکسپوژر یا برخورد کردن با پدیده سکسی به خصوص الان در حداقل با یکی دو تحقیقی که من آشنا هستم باهاش در سنین کودکی که به مسئله حتی دبستان کشیده شده موجب نوعی بیداری زودرس جنسی در کودکان شده که یک معضل اجتماعی رو داره فریاد میزنه. این در درجه اول. و یکی از مشکلات جامعه سرمایه‌داری آزاد همینه که کسانی که برای به دست آوردن پول تمام مرزهای اخلاقی رو زیر پا میگذارن و به دنیا به صورت یک تجارتخانه نگاه میکنند که فقط سود خودشون رو در اون میبینند، اینها
از این صنعت بزرگ که دائم هم گسترش پیدا میکنه و از تکنولوژی جدید هم استفاده میکنه، دارن به ضرر مردم بهره برداری های فردی میکنن. نکته سکس ادیکشن که در بین بزرگ سالان رایجه و این سایت ها و این تلویزیون ها و این کانال هایی که این مسائل رو ترویج میکنه و نشون میده، الان به صورت یه موزلی در اومده که همون طوری که کلاس های AA برای الکال انانیموس دایر شده، الان ما 12 steps یا 12 گام سکس ادیکشن داریم. حالا چرا این مسئله اینقدر اهمیت داره؟ برای اینکه درست مثل مواد مخدر، درست مثل الکل، این هیجان ها و تحریکات پی در پی مغز و ترشحات و جایگیری های هورمون های هیجانی، همون منطقه بیزل گنگلیا انتریور سینگولیت مغز رو که مسئول اعتیادات دیگه هستن و فعال کردن اون منطقه، با سکس هم اتفاق میفته. بنابراین مثل قمار، مثل مواد مخدر، سکس هم یک نوع اعتیاده و کلاس های الان برای ترک این اعتیاد 12 گام هست. این که اشاره کردید که هیچ زنی، هیچ همسری، هیچ مادری نمیتونه با این مدل ها رقابت کنه، شما کاملا درست میگید. ولی بیچاره مردی، بیچاره مردی که از روابط زناشویی جز هیجان سکسی چیزی نمیخواد و جز از مرحله هیجانای سکسی و سیستم دوپامینی نمیتونه رها بشه و شیفت کنه به سیستم دلبستگی و دلسپردگی و دلبندی و کر و یا سیستمی که بهش میگن سیستم اکسیتوسین. سکس لذت میده که لذت قوی، کوتاه مدت و در واقع بدون رسوب تجربه میشه، در حالی که دلبستگی لذت ممکنه با اون شدت نده ولی بهجت میده. پلژر ورسس جوی. جوی هیچ وقت اعتیاد نمیاره به دلیل متعادل بودنش، به دلیل اینکه با روح ما، با روان ما، با ابعاد مختلف انسانی ما موجب تعالی و سوبلیمیشن ما میشه. ولی سکس یا لذت درست مثل دارو، مثل مواد مخدر، یک اولا افتر تیست یا یک پس ذائقه بسیار بدی از خودش به جا میذاره، چون شما در همون موقعی که با یک نفر فقط یک رابطه بدنی داریم بدون هیچ رابطه روحی، خودتون میدونید که اون رابطه از خودش هیچ رسوبی نمیذاره، در حالی که اعتیاد به سکس متاسفانه عکس روابط تاریخمند دراز مدت خانوادگی و زناشویی که از خودش تاریخ میسازه و یه چیزی میذاره که به آدم امنیت میده، به آدم آرامش میده، به آدم احساس تعلق میده و موجب کمال انسان میشه، برعکس سکس این کار رو نمی کنه. بنابراین سکس خالص مثل تمام اعتیادات هست و متاسفانه کسانی که گرفتارش میشن اون سیستم اتچمنت رو در خودشون خاموش میکنن و به همین دلیل هست که سرگردون نمیتونن وارد روابط دراز مدت تاریخدار بشن. الان من خیلی خوشحالم که این 12 گام سکس ادیکت به وجود اومده و خیلی هم سریع داره گسترش پیدا میکنه و این افراد این رو باید بدونند که روابطی که توأم با دلدادگی و دلسپردگی و دلنهادگی و اتچمنت هست با دارای یک بهجت دراز مدت امیدوار کننده و ایجاد کننده حس تعلق است، در حالی که لذت جویی های جنسی اموری گذرا هستند مثل تمام امور گذرای دیگه. و اینجاست که ما
یک نوع قربتی رو با طبیعت خودمون تجربه میکنیم و بسیار احساس تنهایی میکنیم. دوستان، ما الان باید وارد آگهی ها بشیم و من در اینجا باید از شما خداحافظی کنم. در آخرین برنامه سال 1389 که سالی بود با تمام تلخی ها و شیرینی ها مثل همه زندگی، ولی چه خوب که دوباره بهار آمد و سبز قیام میکند، باغ سلام میکند و ما در سه‌شنبه آینده در اولین برنامه نوروزی بخشی دیگر یا فصلی دیگر از کتاب این برنامه رو با شما آغاز میکنم. از اینکه یک سال بیننده وفادار برنامه من بودید سپاسگزارتون هستم. از خطاها و اشتباهاتی که در این یک سال کردم از تک تکتون عذرخواهی میکنم و امیدوار هستم که با صداقت، شجاعت و صراحت آنچه که در من میبینید به عنوان اشتباه مطرح کنید تا همه از هم بیاموزیم. روز و روزگارتون خوش. در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز سمینارهای دکتر فرنودی تقدیم میکند. الفبای پدری و مادری، اصول زناشویی و گزینش همسر، تیپهای شخصیتی، اعتماد به نفس و حرمت ذات، از خودشیفتگی تا عشق و صمیمیت، رهایی از افسردگی و استراب. شما و نوجوانان، هفت شهر عشق. برای تهیه با کردیت کارت به وبسایت www.drfarnoody.com و یا با تلفن‌های 310-701-4411 و 310-967-8180 تماس بگیرید.